سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. بچه ها امروز میخوایم بریم سراغ یه ترکیب فوق‌العاده جدید و یه جورایی میتونیم ازش به عنوان ترکیبایی مثل گالم سایکل و گالم الکسیری هم یاد کنیم، انقدر که نو اسکیله. ترکیب بالون با هیلر، بتل هیلر، و همچنین پکا هم داره این ترکیب. با ووتاپ هم قاطی شده این ترکیب. اصلا یه چیز افتضاحیه که خیلی الان روی موده و همه باش بازی میکنن. بریم باش چند از پلی بدیم با میانگین اکسیر 4 هم هست. ببینیم آجی، شاید آره، شاید واقعا یه ترکیبیه برای خودش، نمیدونم. لیتس گو بچه ها، بریم سراغ بتل اول با این ترکیب. اما قبلش حتما حتما این ویدیو رو لایک کنین که بقیه پیشنهاد داده بشه و سابسکرایب کنین که عشقای داداشین و برای دوستاتون هم اگه خواستین بفرستین. حمایتتون خیلی بالاست، عاشقتونم. اوکی، بتل شروع شد. یا خدا این کلاسیک داره، وای این کلاسیک داره. نگو که با لاوا اومدی. اوکی، ووتاپ افتاده جلو اومد. میگم ووتاپ حاجی اسمش چی بود؟ اوکی، اسمش یادم رفته. همچنان دارم فکر میکنم. عالیه حاجی، یارو 10 از 10. حاجی اسم ترکیب نوک زبونمه ولی مغزم فلج شده، کار نمیکنه. وای، خب ببین تایم بندیمون اکی نبود ولی بازم ایرادی نداره، دمج خوبی دادیم. آخ اونم بکش بزن تو رو جون جدت، ایول. مرسی مرسی، من از اون فشار میخورم، اونم مرد. عالی شد. این یکی فکر نکنم اصلا به تاور بتونه بزنه. یه دونه از اینجا بفرستیم بره جلوتر و نوبتی هم باشه، نوبت بقیه کارتامونه. خب این یکی هم دیگه بره جلوتر، یه زپیزم میذارم اینجا، بالونم میفرستم. بچه از همه مهمتر بالونم میفرستم. بالون هم میگم آره دیگه، بتل هیلر هم خودشو هیل میکنه، هم بالونو هیل میکنه. بالونم تو ریج بیفته بچه ها، دیگه ببینین چه واویلایی شد. خودتون قضاوت کنین و درباره ترکیب بهم بگین. یه دونه مادر ویچ میذاریم اینجا، هرچی اسکلت دم دستمونه اگه تاور زحمت کش بذاره میفرستیم رو جلو. یه بتل هیلر دیگه میفرستیم و این دفعه بتل، ببین اشتباه محسی انجام داد. مادر ویچ رو تونستم اونقدر نگه دارم، اگه مادر ویچ رو نمیتونستم نگه دارم خیلی راحت تر میتونست بیاد توی صورتمون، ولی خب اوکی دیگه، ما نگهش داشتیم. خب ببین اینجا کار، یه پکا هم ول میدم، یه مادر ویچ میذارم این پشت. خب قشنگ عالی، یکم دمیج کثیف فکر کنم آجی پشمام بد دمیجمون کرد، ولی خب ما هم بد دمیج نکردیم، خیلی خوب دمیج کردیم و الان میتونیم راحت بریم براش. مادرویچ چرا انقدر عقب میمونه؟ مادرویچ چرا انقدر عقب میمونه؟ پکا رسید داداچ، پکا میفهمی؟ پکا رسید به تاورت. ایزی وین اول با ترکیب نو اسکیل سیزن جدید. به خدا که قرار فشار بخوریم ما این ترکیبا. کلش رویل داره به یه سمت دیگه ای میره، داره قشنگ از جاده خاکی هم رد شده، الان میریم تو دره، ما وسط های دره ایم الان. لیتس گو بچه، بریم سراغ بتل دوم ما همچین ترکیب شتی بدون معطلی. لیتس گو. اوکی، بریم سراغ بتل دوم. حاج هم کلاسیک داره هم وای، این حریفمون فشاریه بچه، این بازی فشاریه. اینو بکشیم این بر، یکی بزن به کینگ تاورم. ایول، کینگ تاور رو اکتیف کردیم، خیلی هم عالی. کارت چی داره؟ اوکی، من یه بالون میفرستم، یه مادر ویچ هم میذارم اینجا کار.
و ریجی که میباره برای بالون تموم شد. چرا باید تورنیدو داشته باشی؟ اوکی بازم تموم شد. یارو پشماش ریخت، یارو لفت داد. یه پکا میذاریم اینجا برای زدن ایشون. این دیگه پشماش نریخته کجاش ریخته بچه ها؟ این پشماش نریخته چیش ریخته؟ یه دونم بتل هیلر میکنیم تو باسن پکا و ایزی گیم. اوکی اونم از اونو اوک وای نتونست. این یه ریج میندازم که سری هیل کنه. سری هیل کن، سری هیل کن. سه شد. تا اون بخواد اونو بزنه بازی تمومه بچه ها. مایتی ماینری که داره میاد به سمت جلو و هوگی که قراره پشت مایتی ماینر بیفته و مایتی ماینری که سوراخ شد. بالونی که فرستاده میشه با هیلر. یه فیشرمن هم میذاریم پس کونش که اینو راحت بزنیم. اینجا هم یه دونه ریج میل میدیم و خب ببین یه مادرویچ بچسب به تاور. یه دونه، دوتا، سه تا، چهار تا، ایزی گیم. اینم از بتل دوم بدون فشار، بدون سختی، وین. نیکا رو زدیم رفت. بریم سراغ بتل سوم. من این ترکیب جدید دارم حالی میکنم و از طرفی هم چون رایلی بازی میکنم دارم فشار میخورم. لیتس گو بچه‌ها، بریم سراغ بتل سوم. ببینیم بتل سوم چه ترکیب میفته. اوکی ببین هوک زیاد جواب نیست جلوی این ترکیب، اما خب الان که فیشرمن دستم نیست خیلی خوب تونست ویراج بده و یکی دوتا تونست به تاورم بزنه. بکنم هوک سایکلم هست. مادرویچو ول میدم و اینجا هم فیشرمنو ای کاش نمینداختم. پشمام بچه ها. یه عروی تمیز که حالا بعدن کارو قراره در بیاره، نه الان. ببین الان دوباره میخواد بیاد هوگو، من چیکار کنم؟ خب ببین کثیف دمیجمون میکنه دیگه. من ترکیب کارتای تو دستم اوکی نبود و یارو خیلی واقعا خوب ویراج داد، ولی ایرادی نداره بچه‌ها. کامبک ایز کامین. آنچنان کامبکی بزنم پراش بریزه. یه دونه از این پشت پکا ول میدم، بالون رو نگه میدارم برای زیر یه دقیقه به عنوان جایزه. الان بالون نمیندازیم بچه ها. یه دونه هم بتل هیلر ول میدیم. اینجا فیشرمنمون رو میذاریم، اینجا کار مادرویچمون رو میذاریم. اگه فایربالم بزنه که به نفع منه، به نفع منه، ولی خب پکا رو میزنه حاجی. راهی نداره میدونی، دارم فشار میخورم. اگه کارت هم همون اول بازی اوکی بودن الان این نمیتونست اینجوری به من گوخوری کنه. اوکی آروم میشم دیگه میرم براش و از این طرف هم احتمالم بخوام برم براش. یه دونم هیلر میفرستیم. اینجا کار فیشرمن ول میدیم، بالونو ول میدیم و ریج خیلی مهمه بچه ها. ریجمونم ول میدیم. برو بچسب تو رو جون جدت. وای فشار میده جلو هوک سایکل جواب نیست. البته این یارو هم خوبه بازیش،
این یارو هم خوبه بازیش و نمیتونم ایرادی بگیرم براش. یه دونه بالون بفرستم سری، اگه بره شاید بشه زد، ولی اگه بره سری نمیره، جایی نداشت. پس جلو هوک سایکل احتمال داره کم بیاریم، خدا رو شکر. ببین حاضرم ببازم، یعنی اینقدر که این ترکیب سمیه. پس جلو هوک سایکل، پس اگه جلو هوک سایکل کم میاره احتمال داره جلو رایلی هم کم بیاره. نقطه ضعفش رو پیدا کردیم بچه. بریم سراغ بتل آخر ببینیم چه اتفاقی میفته. ده بازی رو شروع کن دیگه. آوکی، اوکی، اینم از بتل آخر. حالا چه ترکیبیه ناموسن؟ ایرانی هم هست. این فشاره بچه، با پدیده‌ای به اسم فشار آشنا بشین. اگه لاگ بیته من بازی رو همینجا قطع کنم برم دیگه. یا خدا چرا اینقدر سمی؟ فشاره بچه، این فشاره، این خود فشاره. زد یه تاورو با ترکیب شخماتیکش، ایرادی نداره. یه کامبکی بزنم بسوزی، هیچ ایرادی نداره. یه پکاول میدم. من ریدم تو مینی پکایی که انداختی. یه دونم هیلر ول میدیم، اکسیر نداریم دیگه. دیگه اکسیر نداریم. مادرویچو ول میدیم، عالی شد. اینم از این. اوکی، برای ادامه داستان دوستان عزیز یه دونم بالون ول میدیم و ریج رو میکوبیم. ریجم میکوبیم، بالون یکم قدرت میگیره و اینم از بازی آخر. گو بخوری با ترکیب نو اسکیل جلو من بازی کنی. هرچی اکسیر داشت خرج حمله کرد، دفاع رو باخت. اوکی بچه، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما حتما لایکش کنین و سابسکرایب که هستین. حتی که یادتون نمیره دیگه من تارم چی میگم. اگه دوست داشتین برای دوستاتونم بفرستین. تو رو خدا میدونم وی پی ان وضعشون خیلی مزخرف شده، نمیشه کامنت گذاشت، نمیشه ویدیو آپلود کرد و نمیشه مثل آدم نگاه کرد. به حمایتتون نیاز دارم بچه ها. عشقای منین، عشقگرین، دوستتون دارم زیاد، خنده به لبتون بیاد و فعلا خدافظ. پیس اوت.